مباحث مهم مفهوم پسا مدرن تفسیر حقوقی در اصل رهایی قضات دیوان عالی اسرائیل از زبان قانون و ابزاری هست در تحت سلطه قرار دادن شاخه حاکمیت به خود. ممکنه در این جستار به بحث و گفتگو به قدر زیاد باشه که چگونه همچین چیزی ممکنه که دولت منتخبه که وقتی روی کار آمده باشن حتی با وجود قانون گذاری با وجود لوایحی که در پارلمان اسرائیل رخ میده مشروط بر مستشاران حقوقی که هستن دیوان عالی میاد و حتی دولت گذار اونها را انتخاب میکنه در یک مقطع زمانی که حتی دیوان عالی حتی اجازه اون رو نخواهد داد که اگر عنوان مستشار حقوقی دولت ائتلافی نیست انتخاب شد باشه از دولت قبلی رو بیان و این فرد تکنوکرات رو که میتونه در برکناری و همینطور دادستانی و حقوق یکایک مینیسترها که در اون جایگزین شده از نظر نه فقط سیاست گذاری و حتی از نظر لوایح قانونی خود پارلمان اسرائیل نه فقط آن را زیر سوال ببره بلکه یک دیدبانی باشه به عنوان شورای نگهبان دموکراسی از طریق دیوان عالی اولیگارشی 15 نفری که منتخبه جامعه که نیستن یا پارلمان بلکه یکایک همدیگر رو منتصب میکنن به گونه عمل بکنه که دادگاه مجموعه بشه از دستگاه های مشابهی که خودش آمده اختراع کرده. در صدر آن پروفسور اهران براک یک از نوابق تاریخ حقوق بر حال دنیا رو ما میتونیم نام ببریم که با آن کمک کرده بعد از دوره ای از 1977 که با روی کار آمدن راستگران و لیکود بوده یا مذهبون ملی بوده از 1995 با شکست اسلو قرارداد اسلو و فکر میکردن که میتونن از این طریق به مصالحه برسن با ابر تروریست عرفات دیدیم که آخر کار به تروریسم انجامید به 1500 نفر کشته و 1000 نفر به حال زخمی از طریق اتوبوس هایی که پشت سر هم می اومد و منفجر می شدن و می گفتن که نه ما نیستیم این حماس نه ما نیستیم این جهاد. از این طریق آمدن و آنچه که چپگرایان موفق شدن از طریق صندوق رای بتونن به اون برسند دیوان عالی در 30 سال پیش با اکتیویزم قضایی که آمد انجام داد دارای صلاحیت هایی برای خودش قائل شد که بدون هیچ گونه مسئولیت به امنیت ملی اسرائیل به اقتصاد به آنچه که در حال نظر سیاست گذاری در قبال مقابله با تروریست از تاریخ شاخه های حکم روانی بدون اینکه منتخب جامعه نیز باشن برای اینکه منتصبه هستن و همدیگر رو انتخاب میکنند بتونه بیاد و جایگزین باشه و از این طریق مفهوم پسا مدرن تفسیر حقوقی که در توسط پروفسور اهرون براک ارائه شد رو بیان مفهومی رو در اختیار قضات بگذارن که کاملا از زبان قانون که با ریزکاری قانون گذاری و آنچه که لوایحی که تصویب شده از نظر پارلمان اونها از اونها به حال از زبان قانون رهایی بخواد تا اندازه که قضات میتونن به زبان خودشون و بر طبق استدلال خودشون میتونن بیان و قانون رو وضع بکنن و همینطوری که میتونن قانون رو بیان و تغییر و تحول درش بدن از روی